از دیرباز شنبه ها روی کانال یوتیوب هما سرشار. همچنان که در آغاز برنامه گفتم خانم سرشار، خانم آقداشت، بسیار خوش آمدید. گروهی از دوستان و همکاران ما در این برنامه تا ساعت‌های آینده شرکت دارند و من تصور میکنم با نحوهی که ما داریم پیش میریم و با تلفن‌هایی که میشه احتمالاً امیدوارم برنامه ما از سه ساعت و نیم بیشتر طول نکشه، ولی تصور میکنم حداقل 4 ساعتی در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. دوستان ما که در برنامه شرکت میکنند از زبان خودشون و از زبان دل خودشون صحبت میکنند. خانم آقداشتو، اجازه بدین که به بینندگان عزیزتون سلام بکنم. من در اتاق دیگه شاهد فعالیت شما بودم، هر دوی شما. امیدوارم که خسته نباشین، امیدوارم که همینطور که شروع کردین ادامه بدین. خدمت شما عرض بکنم بیشترین چیزی که توی اون اتاق منو گرفت وقتی که داشتم این برنامه را از تلویزیون نگاه می‌کردم، به جز همکاری دست جمعی همه شما در استودیو، تلفن‌های متعددی بود که به استودیو می‌شد و این خودش نماینده اینه که چقدر ماها وقتی که لازم باشه و بخوایم میتونیم با هم دیگه باشیم. احساس من در حال حاضر اینه که بیشترین کاری که میتونیم به هم برای هم بکنیم اینه که به هم دیگه کمک بکنیم، دستامون رو دو دست هم بگذاریم. فرق نمیکنه چقدر جلو میریم، چه میکنیم، چقدر میتونیم پول جمع بکنیم، چقدر میتونیم کمک بکنیم. اصلی نفر از من میپرسید حالا واقعا این کمک ها میرسه؟ گفتم الان دیگه وقتش نیست، به این چیزا فکر نکن، تو فقط کمکتو بکن هر چقدر که میتونی. فرق نمیکنه از 5 دلار گرفته، از پول کوکاکولای بچه 45 سنت 50 سنت حساب کنیم، پول تبدیل میشه، تبدیل به تومن میشه. هر چقدر که میشه کمک بکن. من خودم وقتی که داشتم تلتان ورلد ویژن رو نگاه میکردم، اول شروع کردم به گریه کردن. وقتی این همه ورلد ویژن برای بچه های بیپناه در دنیا تلتان میذاره هر چند وقت یک بار و پول جمع میکنه. شب تنها نشسته بودم توی خونه، ساعت 12 بود که این برنامه پخش میشد و شروع کردم گریه کردن، برای اینکه تاب و تحمل دیدن این همه بچه بیپناه و گرسنه و بیمادر و پدر رو نداشتم. شروع کردم گریه کردن و احساس ضعف شدیدی منو گرفت. بعد یک آن با خودم فکر کردم چرا احساس ضعف بکنم؟ اگه کاری از دستم برمیاد، اگه میتونم بلندشم تلفن کنم بگم که بله من میخوام اسپانسر این بچه بشم، ماهی هم 12 دلار بدم، فکر کنم 12 دلار کمتر در میارم، فکر کنم مثلا 12 دلار تو حساب من نیست. بلند شدم تلفن کردم و گفتم من میخوام اسپانسر یکی از این بچه‌ها بشم. خیلی ساده راحت ازم پرسیدن اسم چیه، فامیل چیه. ازم پرسیدن آیا بچه به خصوصی رو از کشور به خصوصی میخوای؟ گفتم نه، فرقی نمیکنه، همینقدر که یه بچه بی پناهه و احتیاج به کمک من داره هر کسی که باشه فرق نمیکنه. گفتن در جنسیتش چی، میخوای پسر باشه دختر باشه؟ گفتم اون هم فرقی نمیکنه، یک انسان کوچکه که به کمک من نیاز داره. احساس من الان اینه که بچه‌های مملکت من انسان‌های کوچکی هستن که به کمک ما احتیاج دارن. فیلمی رو که نگاه می‌کردم موقعی که هر دوی شما داشتین زحمت می‌کشیدین، فیلمی رو که نگاه می‌کردم فیلم خیلی دردناکی بود. سعی کردم نگاه نکنم. به خصوص اون تیکه‌ای که بچه دختر بچه 7-8 ساله پدرش رو بغل کرده بود، وحشت زده، چترش خیس چسبیده بود به پیشونیش و گریه می‌کرد، پدرش رو بغل کرده بود و می‌لرزید، تمام وجود منو لرزون. من چطوری می‌تونم ساکت بشینم وقتی یه همچین تصویری می‌بینم؟ حداقل اگر بتونم 5 دلارم کمک بکنم، حتما تلفن میکنم و کمک میکنم. فرقی نمیکنه، مهم اینه که همه ما ایرانی هستیم. به صحبت های خانم آقداشتلو گوش بدین و انقدر قشنگ گفتن. فقط من یه نکته الان اینجا به نظرم رسید که خیلی جالبه شاید برای بینندگان ما، و اون اینه که ما همه بعد از اون امروز که خواستیم سر شب بیایم در کانال تلویزیون، هیچ کدوم از ما خانم‌ها با هم صحبت نکرده بودیم و به ناگهان من هر کی از در وارد میشه میبینم مشکی تنشه. یعنی به طور ناخودآگاه همه ما احساسمون بهمون میگه که یه اتفاق بدی اونجا افتاده. برای ما این زلزله یک عزاست، یک فاجعه است. بنابراین خواهش میکنم که به تمام کسان و دوستانی که دارند از این برنامه از شما تقاضا میکنند که بهشون کمک بکنید، گوش بدین و این کار رو بکنید و مطمئن باشید که این پول‌ها از طریق صلیب سرخ به ایران خواهد رسید. این رو بهتون اطمینان میدم و در ضمن برای اون دوستانی هم که علاقمندن این رو بگم که صلیب سرخ بین‌المللی اگر پولی رو، چکی رو به این مؤسسه بفرستید، از نظر مالیاتی برای شما تکس دیداکتبل خواهد بود، از به قول امریکایی‌ها که میگن. بنابراین کسانی که احتیاج دارن به تکس شلتر، اون هم به واسم به گفته امریکایی‌ها، این یک وسیله خوبی است که هم خدا رو خوش میاد و هم بنده خدا رو. نکته دیگه این که من خیلی دلم میخواست که به بینندگان بگم که اگه ممکنه تلفن کنین به هم دیگه، اگه کسی خوابه بیدارش کنین، ازش بخواین که کمک کنه.
نیست، فرقی نمی‌کنه. آقای گرگینی، یه مقداری هم الان دست من چک دادن، این چکایی که قبل از این تلتان جمع شده در شورای کمک به زلزله زدگان و گفتن که شاید این خواهش می‌کنم دادن این چکا رو من بلند بکنن ببینن. خانم آقاشون ببینید این چکا، این دسته چکایی که دوستان فرستادن و جمع اون رقمی رو که اول برنامه دادم مجموعه است از این چکا و چکای دیگه که به سازمان‌های مختلف رسیده. حتی شما هم که میگفتید به رادیو هم برای شما هم چک فرستادن. همه اینها نهایتاً به یک کاسه خواهد رفت، به صلیب سرخ بین‌المللی و چند روز پیش هم اطلاع میدن. بله خانم سرشار، در رادیو امید ایران گفتگویی با آقای فرینا، یک مدیر عامل برنامه جمع‌آوری کمک گفتگو کردم. ایشان اینجا حضور دارند و امیدوارم که در ساعت آینده، در دقایق آینده با ایشان گفتگو کنم. عرض کنم که خانم آقداشلو به عنوان یک هنرمند و بازیگر بسیار خوب، آنچنان که همیشه ازشون دیدیم، درباره این فاجعه صحبت کردند. در این برنامه هر کسی همچنان که گفتم از زبان دل خودش صحبت میکنه. آقای نادر نادرپور، شاعر گرامی، هم در این باره صحبت میکنن. به سخنان آقای نادرپور توجه کنید. سلام بر شما. در اساطیر قدیم چینی چهار عنصری که جهان رو ساختند، یعنی آتش، باد، خاک و آب، هر کدوم به یکی از خیشان و نزدیکان آدمیزاد تشبیه شدند. آتش پدر، آب خواهر، باد برادر و خاک یا زمین مادر. همچنان که سازگاری این عناصر جهان رو به وجود آورده و برای آدمیزاد قابل زندگی کرده، ناسازگاری یا خشم اونها هم آفات و بلایا رو به وجود میاره. خشم پدرانه آتش، صاعقه آسمانی، آتش فشانی و یا حریق‌های بزرگ رو ایجاد میکنه. خشم آب سیل رو، خشم باد طوفان رو و خشم زمین یا خاک زلزله رو به وجود میاره. در مورد خشم اون سه عنصر، هم مجال گریز برای آدمیزاد بیشتره و هم مأمنی بالاخره پیدا میشه. مثلا در مورد آتش فشانی میشه پیش بینی کرد که کی وقوع پیدا میکنه، و یا اگر چنین پیشبینی هم امکان نداشته باشه، بالاخره جایی و مکانی پیدا میشه که آدمیزاد به اون رو بکنه و خودشو نجات بده. در مورد سیل تقریبا مسیرش روشنه یا مسیرش قابل پیشبینیه، و اگر هم نباشه باز مجال گریزی هست. و حتی در مورد طوفان که فراگیرتر از اونها هست، آدمیزاد میتونه مأمنی پیدا بکنه و یا زودتر خودش رو از مسیر طوفان دور بکنه. اما در مورد خشم مادرانه زمین یعنی زلزله، هیچ امان و پناهی نیست. در مورد خشم اون سه عنصر، زمین با آدمیزاده. انسان میتونه به گوشه ای از زمین یا به درون خاک پناه ببره، اما در مورد زلزله یعنی خشم مادرانه خاک، چنین فرصتی و چنین مکانی وجود نداره. به همین دلیله که تاریخ ادب آدمیزاد و تاریخ وقایع حیات او پر است از صفحاتی که به شرح این مصیبت بزرگ یعنی خشم مادرانه زمین اختصاص پیدا کرده. ما که یک بار به خشمی از نوع دیگر دچار شده ایم، یعنی خاک مادر که ایران باشه ما رو به خشمی دیگرگونه دچار کرده، بهتر میتونیم امروز از دور به وضع و حال کسانی که خشم مادرانه ایران به صورت زلزله بر اونها نازل شده پی ببریم و این حال و وضع رو درک بکنیم. به همین دلیل است که بایستی به جای آغوش پرمهر مادر، یعنی آغوش پرمهر خاک ایران، از اینجا ما بسته های مهر و محبت خودمون رو نثار زندگانی بکنیم که جان به در بردند، و همچنین اشک تحسر بر مردگانی که اونجا به خاک رفتند. و در هر حال فراموش نکنیم که ایران
خاک ما یا مادر ما هست که گاهی بر ما خشم میگیره، ولی در هر حال خشم گرفتن او موجب نمیشه که ما یادش رو از خاطر بزداییم و یا مهرش رو از دل بیرون بکنیم. آهی دیار دور، ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد، تا آفتاب توست در آفاق باورم. ای خاک یادگار، ای لوح جاودانه ایام، ای پاک، ای زلال تر از آب و آینه، من نقش خیش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم. ای کاخ زرنگار، ای بام لاجوردی تاریخ، فانوس یاد توست که در خوابهای من زیر رواق غربت هموار روشن است، برق خیال توست که گاه گریستن در بامداد ابری من پرتو افکن است. اینجا همیشه روشنی توست رهبرم. ای زادگاه مهر، ای جلوگاه آتش زرتشت، شب گرچه در مقابل من ایستاده است، چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های مه‌آلوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم. ای ملک بی غروب، ای مرز و بوم پیر جوانبختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، میبینم آفتاب تو را در برابرم. بسیار خوب بینندگان عزیز، گفتند که 7500 دلار در طول مدت کمتر از 1 ساعت 50 دقیقه جمع آوری شده. اجازه بدید خدمتتون عرض $7500 بله، آقایونی که جمع میکنن اعلام کردن $7500 $1000 من امیدوار بودم $75000 شما بگین. $7500 یا $75000؟ $7500 خیلی کمه. عرض کردم علی رغم تلفن هایی که زنگ میزنه، اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که 50 دقیقه و $7500 بسیار مبلغی کمی است. خانم گفتن که کسی، یکی از بینندگان $1000 دادن. بله، آقای مایکل پوستی از سان دیگو $1000 لطف کردن دادن و گفتن که اشکال نداره اسمشون اگر توی تیوی بگن. بیننده‌ای هم پیشنهاد کردن که خطهایی به تلفن‌های کنونی بیفزاین. اجازه بدید با همین خطها در خدمتون باشیم، فقط شما لطف کنید بیشتر شرکت کنید و مبالغ بیشتری رو هدیه کنید. خانم سرشار شما مطلبی دارید بگید؟ من میخوام که آقای قائم مقامی رو که از تازه رسیدگان شهر ما هستند و همکار و دوست قدیم ما و در رادیو صدای ایران مشغول کار هستند، بعد از مدت‌ها چهرهشون را بینندگان ما ببینند و به یاد بیارن تهران رو، سالهای تلویزیون ملی ایران رو. آقای قائم مقامی، رادیو رو البته. بله، آقای قائم مقامی، در یکی از زلزله هایی که در ایران اتفاق افتاد، آخرین زلزله قبل از انقلاب، کاروانی رو راه انداختن که من یادم نمیره و شور و هیجانی در مردم به وجود آوردید اون روز، که خود من هم تو خیابون اومدم و اون کامیونایی که راه افتاده بود هر چی گیر دستمون میومد میریختیم تو اون کامیون و فوق العاده بود. حالا آقای قائم مقامی دست شما رو میبوسه، بفرمایید. عرض کنم که خانم سرشار، این تجربه تازه‌ای نیست برای شخص من. من نخستین بار که با این مسئله، با این فاجعه آشنا شدم، زلزله بوئینزهر بود. شاید من 12 سالم بود، شاید 13 سالم بود، اینطوری بگم به شما، که اون فاجعه اتفاق افتاد.
من خاطرم هست که ما بچه های یک تیم فوتبال بودیم و اون روزی که شنیدیم این اتفاق افتاده رفتیم و از یک محلی که بلنگوهای بوغی کرایه کردیم آوردیم زیر بازارچه‌ای که زندگی می‌کردیم تو خیابان ری، اون رو کار گذاشتیم و اونجا اولین باری بود که من این تجربه رو کردم که از مردم کمک بخوام. و یادم میاد که ما دو کامیون کالا از مردم جمع کردیم و بعد از یک نظامی که در محلمون زندگی می‌کرد خواهش کردیم به ما دو تا کامانکار ارتشی داد و من و بچه‌های اون تیم فوتبال با وجود خیلی قلت سنمون رفتیم به بوئین زهرا و حدود 5 روز در اون منطقه زلزله زده بودیم و کمک میکردیم، این کالاها رو توزیع میکردیم، به مجروحین کمک میکردیم و واقعا اونجا بود که من برای اولین بار به معنای واقعی و ملموس کلمه فاجعه پی بردم. من فکر میکردم دارم میرم به یه ماجراجویی، ولی وقتی به اولین ویرانه ها رسیدم و شروع کردیم به کندن یه جا و بعد دیدم یه موجود زنده از زیر خاک در آمد، من یکو در اون سن و سال پی بردم که این مرگه، این نیستیه، این ویرانیست. و همونجا فهمیدم که واقعا چه دهشتناکه، ماها از دور دستی بر آتش داریم، ماها تمام اندوهمون خلاصه میشه در اون چند قطره اشکی که از دیدن یک تصویر تلویزیونی میریزیم، لحظه هایی به خبر رادیو گوش میدیم و عمیقا منقلب میشیم، ولی یک دقیقه بعد که فنجون قهوه میخوریم یا مهمونی از راه میرسه یا یه چک مینویسیم بعد مسئله فراموش میشه. فکر نمی کنم ملت ایران در صحبت از فراموشی نیست، صحبت از کاستن اون عظمت و عمق و اون واقعیتشه. ما فقط در لحظه های بیقراریمونه که میتونیم یک کمی به حس اونها نزدیک بشیم، ولی اون حس فاجعه، حس اون خانم معلمیه که چند روز پیش توی خبرها خوندم که گوشه خیابون حالا دیگه داره زندگی میکنه و همین خبرنگار لس آنجلس تایمز باش مصاحبه کرده بود و گفته بود که من همه چیزم از دست دادم، شوهرم، زندگیم، شغلم، اتومبیلم، خونم و اینجا خونه منه، مزاره که اینجا خونه منه. و اون زن، اون معلمه که رو در روی مرگ، رو در روی فاجعه قرار گرفته و حالا ما اینجا به سهم خودمون داریم کوشش میکنیم، کوشش میکنیم با این کمک هایی که میکنیم به اون فاجعه نزدیک بشیم، اون درد رو یک کمی لمس کنیم یا بگیم که ما شما رو میفهمیم. و من فکر میکنم این حد وظیفه ملی یا همولایتی بودن یا همشهری بودن یا هم بودن یه چیزی بالاتره، یعنی این واقعا مشارکت در یک درد و رنج و خون و در یک مصیبتیه که واقعا فقط میشه در یک نیمه شب باهاش یکو مواجه شد و اینطور زندگی ها رو برباد میده. تو این یه هفته هم اینجا آخرین تجربه من بود و امیدوارم این آخرینش باشه. در بنز سن من کافیه، من چندین بار تو این فجر و تو همین چند روزم به کرات تو همین برنامه رادیوی صبح ها من واقعا با زنان و مردان ایرانی گفتگو کردم که خواستن همه 24 ساعتشون به این حس نزدیک باشه. فقط یه کار نکردن، نرفتن یه پتو بخرن و بدن به یک فروشگاه و فکر کنن همه وظیفه‌شون انجام شده، بلکه عمیقا همینجا الان پشت سر من مردی نشسته که میل دارم دوربینشون نشون بده، این آقایی که الان با تلفن، آقای رودباری، نه آقای آهنگرزاده، من اسمشون درست نمیدونم، این آقایی که رو این آقا در تمام مدت مثل یک مأمور پست میاد رادیو میره، چه کاری که مردم برای من میفرستن تو برنامه میبره میده، پرسجو میکنه، اطلاعات میده، این جوانها رو جمع کرده توی محل صلیب سرخ. و اصلا من فکر میکنم ظرف هفته گذشته کاری نه به فامیلش داشته، نه به خونش داشته، نه به شغلش داشته، حرفش اصلا گذاشته کنار، اون میخواد عمیقا با این درد آمیخته بشه. چند تا از اینو میخوایم ما؟ من فکر میکنم ما باید بیش از اینا باشه. و میدونید خانم الان این رقم چی گفتن؟ گفتن چقدر؟ 7500. 7500 تومن پولیست که یکی از این هموطنهای من که اینجا خوب زندگی میکنن، خانم خوب زندگی میکنن، ها
حالا همشون رو نمیگم ها، ولی بسیاری هاشون خوب زندگی میکنن. این هزینه جزئی مهمونیشونه من فکر میکنم. درسته. نه؟ درسته. یه دونه از اون ماشیناست که ازش استفاده، من خودم میشناسم. فامیلای منن، دوستای منن. 7500 دلار یه نفر باید بده. این دردناکه به نظر من. و من خواهش میکنم واقعا باید یه کاری بکنید و واقعا باید مشارکت بکنید. صحبت کسی یا گروهی نیست، شما یک نفرید در مواجهه با این مسئله، یک نفر شمای به خصوص در خونتون امشب باید با این مسئله عمیقا و مستقیم روبرو بشید و این هیچ چیز جز این که واقعا گوشه تلفن رو بردارید و تا اونجایی که میتونید مداخله کنید. صحبت از امروز و 50,000 تا مردن و قصهشون تمام شد، ولی اینقدر بچه مونده توی خیابون ها، اینقدر خونه ها ویرون شده، اینقدر مزارع از بین رفته، اینقدر مال های کسب و کار نابود شده، اینقدر شوهرها بی سرپناه شدن، اینقدر درمانگاه ها ویران شده، اینقدر کودکستان ها و دبستان ها ویران شده که اینا قطره ایه. باید بلند شین تلفن بزنین، حرکت کنین، یه کاری بکنین که واقعا شایسته شماست در این شهری که اینقدر فاصله دارید با اون فاجعه، با اون کانون فاجعه. به نظر من این به بازی نباید شبیه باشه، این باید با تمام پوست و خونتون حرکت بکنید. و من نه اینکه من از شما استدعا بکنم، نه، خودتون از خودتون استدعا کنید و حرکت کنید، این کافی نیست. خیلی متشکرم. من میخواستم بگم که امشب یک درسی که از شما یاد گرفتم چند روز پیش این بود که شما گفتید که من رو گذاشتم کنار و ما شدیم، و این واقعیته. امشب شب ماست، هیچ کس اینجا من نیست، همه ماها کسانی هستیم که شاید تا دیروز با هم رقیب کاری بودیم، در رادیو، در تلویزیون، در روزنامه، اینها رو همه رو گذاشتیم کنار و همه با هم یکی شدیم. سازمانهایی که شاید مدیر عاملانشون یا رؤساشون حاضر نبودن که زیر یه سقف با هم سلام علیک بکنن، الان هفته 10 روزه که هر روز می نشینن و جلسه تشکیل میدن و کار میکنن با هم دیگه. بنابراین برای این یک مورد به خصوص همه ما ایرانی ها یکی شدیم و من وجود نداره، همه ما هستیم. و خواهش میکنم که شما به ما بپیوندید حتما. خانم آقداشلو شما بفرمایید. استدعا کردیم به قول آقای مقامی، واقعا من و ما نداره، همه ما اینجا استدعا میکنیم که از خودتون استدعا بکنیم که به ملت خودتون، به خواهر برادر، بالاخره همه ما از یک پوست و گوشت و خون هستیم، کمک بکنیم به هم دیگه. وقتی من شنیدم 7500 دلار در عرض 50 دقیقه جمع شده، تقریبا عرق شرم به پشتم نشست، نمیتونستم رقم رو باور بکنم. مثل شما که گفتین 75000 دلار یا 7500 دلار، 7500 دلار واقعا هزینه یکی از این میهمانی های خیلی خیلی معمولی لس آنجلسیه. 7500 دلار واقعا یکی از اون ماشیناییه که به قول شما نمیشه ازش استفاده کرد، باید به پا خواست، الان وقتشه. ما این همه ادعا میکنیم، وقتی دور هم جمع میشیم میگیم برای هم دیگه علوبل میکنیم، پشت هم دیگه میزنیم، دست هم دیگه رو میگیریم، روی هم رو میبوسیم، قربون صدقه هم دیگه میریم. حالا اجازه بدین که بدون کلام دست هم دیگه رو بگیریم، بلکه بتونیم از این طریق به یه جایی برسیم. من از آقای گورگینم به آقای گورگینم گفتم من دارم میرم برای یه سفر، برای منظور در سان فرانسیسکو. بله. و چون فقط چند لحظه دیگه اینجا هستم، اگر اجازه بدید یه شعری من پیدا کردم که نمیدونم شاعرش کیه، ولی به قدری فکر میکنم برای شب اگر اجازه بدید. حتما. اینو میخونم چون فکر میکنم حرفی میزنه که اگه خوب بهش گوش کنیم حرف درستیه. میگه حماسه ایست که میآید، این صدا از کیست؟ صدای کیست اگر این صدا صدای تو نیست؟ حماسه ایست که میدانم و نمیدانم که در صدای تو این درد ته نشسته چیست؟ غم تو چیست که گویی پریچه غمگین تمام غم خود را در این ترانه گریست؟ تو از تمام دهانهای شهر میخوانی، صدا یکیست اگر حنجره هزار یکیست. به وقت خواندن تو هر ستاره چشمی بود که در سماع تو را صوفیانه مینگریست. تو خون گرم منی ای صدای جاری دوست، من از تو زندم ای رود پرترانه مییست. به ذره ذره من انعکاس میابی که در تسلسل خود تا همیشه خواهی زیست. به صحبت آقای قائم مقامی گوش کنید، به خواهش همه ما گوش کنید و تلفن‌ها بذارید همچنان تا ساعت 3:30 زنگ بزنید.
شاید هم بیشتر. اگه بیشتر زنگ بزنه ما میمونیم. ما تا صبح در اختیار شما هستیم. این کار رو حتما بکنید. این انتظار ما و استدعای ما از شماست. آقای گرگین؟ خانم سرشار، اطلاع دادند که 15,000 دلار از طریق تلفن جمع شده، به جز چکایی که فرستاده شده به استودیو. و عرض کنم که از صلیب سرخ تلفن میکنند که گویا تلفن‌های اینجا بنز کافی نیست. بنابراین بینندگان و هموطنان ما به مرکز صلیب سرخ تلفن میکنند. شماره صلیب سرخ 739-56-77. ولی اونجا مثل ما مشغول جمع‌آوری کمک نیستند. به هر حال اگر که فرصت نشود شما چکتون رو خواستید بفرستید اشکالی نداره. ولی اون چیزی که مرکز که در حال حاضر مشغول جمع‌آوری این کمک ها هست، این برنامه هست. بنابراین کمی تأمل کنید، حتما تلفن ها به شما جواب خواهند داد. من یه پیشنهاد دیگه میکنم. و اون اینه که هر کدوم از دوستانی که موفق شدن که یکی از این تلفن ها رو بگیرن، اگر که میدونن دوستان دیگه ای هم هستن که حاضرن این کمک رو بکنن، با یک تلفن 4-5 تا کمک بکنن و اسم 4-5 نفر رو بدن. با هم دیگه تماس بگیرید و یک نفر رو مسئول تلفن کردن بکنید. این کار راحت تری خواهد بود. خیلی متشکرم. خانم سرشار، من تصور میکنم بد نیست اگر شما هم با چند تن از دوستان جوانمون که مشغول جمع‌آوری کمک هستن صحبت بفرمایید، برای که من خبر خیلی خوبی دارم برای بینندگانمون و میخوام که به اطلاعشون برسونم. تصور میکنم که بینندگان ارجمند ما در میانشون کسی نباشه که آقای شجریان رو نشناسند، آقای محمد رضا شجریان رو، و با من همزبان نباشند که ایشان بزرگترین خواننده معاصر ما هستند و نه تنها خواننده به معنای معمول، استادی هستند که نظیرشون در هر نسلی ممکنه به ندرت یکی پیدا بشه. آقای شجریان به آمریکا آمدند از ایران و هفته آینده روز شنبه در یکی از بهترین مراکز در میوزیک سنتر در دورتی چندلر پاویلیون کنسرتی به نفع زلزله‌زدگان برگزار خواهند کرد. آقای شجریان کنسرت دیگری خواهند داشت که روز 28 جولای برگزار خواهد شد در دانشگاه UCLA، باز هم در سالن رویس هالز، یکی از بهترین سالن‌های شهر. ولی کنسرتی که هفته آینده اجرا خواهند کرد کنسرتی است به نفع زلزله‌زدگان و من تصور می‌کنم که شما بینندگان ارجمند و گرامی با استقبال از این کنسرت و با شرکت در این کنسرت خواهید توانست قدم دیگری برای کمک به زلزله‌زدگان بردارید. بنابراین من با کمال خوشحالی حضور آقای شجریان رو در استودیو امشب به اطلاع شما میرسانم و از جانب شما هم به ایشون خیر مقدم میگم. آقای شجریان بسیار بسیار خوش آمدید. تشکر. همچنان که گفتم این عقیده واقعی من هست که هنرمندانی نظیر شما که نه تنها از طریق صداشون در واقع به فرهنگ سرزمین ما خدمت میکنن، بلکه شما همیشه در ایران شهرت داشتید به اینکه یک هنرمند جامع الاطراف هستید و از همه اینها مهمتر خلق و خوی شما، شخصیت شما و تفکر شما به کار هنر شما معنای بیشتری میبخشه. بنابراین از همین قلب همراه با همه همکارانم، خانم سرشار و دیگران، خوش آمدید. سپاس. شجریان، ممکنه درباره کنسرت که هفته آینده در پیش دارید برای بینندگان ما کمی صحبت بفرمایید؟ با سلام حضور همیهنان عزیزی که سالهاست دیدارشون رو افتخار پیدا نکردم که داشته باشم. برای انجام کنسرت هایی به امریکا آمدم. یک ماهی است که این اتفاق برای مردم سرزمین ما افتاد، این اتفاق دردناکی که دلهای جهان را تکان داد و متاثر کرد. من همون روز اول که محبت فرمودید، تلفن فرمودید، تنها چاره‌ای که داشتم این که یک کنسرتی سریع ما انجام بدیم و بتونیم از این جهتی کمکی بکنیم. این بود که با دوست عزیز جناب فرهنگ شریف که در لس آنجلس تشریف دارن من صحبت کردم و ایشون موافقت خودشون اعلام کردن و گفتن که
این کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم و حتما این کارو خواهیم کرد. یک هفته ایست که دنبال سالن بودیم تا اینکه بالاخره امروز ما موفق شدیم که این سالن که فرمودید بله این سالن رو ما رزرو کنیم برای شنبه آینده که انشالله همیهنان عزیز که ما برای دیدارشون اومدیم من دعوتشون میکنم که هفته آینده ما رو سرفراز بکنن و کمک بکنن به این امر خیر که بتونیم اقلا قدم کوچکی برای همیهنان عزیزمون برداریم. بله. آقای شجریان، سالن دوروتی چندلر پاویلیون چیزی در حدود 3000 گنجایش داره. بله. و من از همکنون میدونم که برخی از بینندگان ما به دلیل تعطیلات 4 جولای ممکنه بگویند که کاش زمان دیگری بود. ولی من از شما خواهش میکنم از تعطیلات رفتن و به خارج از شهر رفتن صرف نظر کنید و طبیعتاً اگر علاقه من به هنر سرزمین ما باشید و به سرنوشت هموطنان من چنین کاری خواهید کرد. بنابراین امیدواریم که اینجا انقدر واقعا شجریان علاقمندن که فکر کنم اگه برنامه سفرم داشتن حتما برنامه سفرشون رو به هم میزنن که به هر حال این کار رو انجام بدن. امیدواریم که صدای خوش آقای شجریان لذت ببرید. آقای شجریان، شما با حال و هوای موجود فکر میکنید که چه نوع موسیقی واقعا به دل هموطنان ما می نشینه؟ خب موسیقی که از دل مردم سرزمین ما بیرون بیاد، موسیقی که در رابطه با آب و خاک ما باشه و از برخاستگاهی بر بیاد که میخواد راست بگه و میخواد برای انسانیت کار بکنه، به یقیناً به دل می‌نشینه. چون حرفی که از دل بیرون بیاد و حقیقت پشتش باشه یقیناً به دل خواهد نشست. و من همیشه در دیدگاه هنریم بر این بودم که بتونم یک هنرمند توانایی نیستم ولی در کار هنریم راست بگم، دروغ نگم. اینو ثابت کردین آقای شجریان. شما با اعضای ارکستر 9 نفریتون هفته آینده خواهید بود؟ نه، متاسفانه گروه من هنوز از ایران خارج نشدن، چون برای 28 جولای بناست اونها بیان و این برنامه رو که گذاشتیم ضرب العجل بود و خب هنرمندی بهتر از آقای شریف در لس آنجلس ما نداریم. واقعا هنرمند ارزنده‌ای که هم شخصیت هنریش همیشه ثابت کرده به همه و هم توان هنری شد و ما سالها با هم دوست بودیم و به نوع کار هم آشنا هستیم. امیدواریم که ما بتونیم در هفته آینده به کمک جناب فرهنگ شریف و آقای ترشیزی یه برنامه که موسیقی اصیل ایرانی همراه با شعر حافظ و سعدی که مردم همیشه به این شعرهای عزیز عشق ورزیدن حضورشون تقدیم بکنیم و شرمنده نباشیم. هرگز انشالله چنین نخواهد و مطمئنم چنین نخواهد بود. آقای شجریان، ما بی‌صبرانه منتظریم و روز شنبه آینده در میوزیک سنتر به شنیدن آواز دلنشین شما و تار سهرامیز آقای فرهنگ شریف خواهیم آمد. آقای فرهنگ شریف در تلویزیون هستند و ما به شما وعده میدیم که در طول برنامه با شما صحبت خواهند کرد و اگر شما احتمالاً کمک های مؤثری هم به عمل بیارید شاید آقای فرهنگ شریف هم تار بزنن در این برنامه، من نمیدونم، ولی به هر حال ممکن است که خواهش ما رو بپذیرن. آقای بورگین، شاید یه سوء تفاهمی شد برای بینندگان ما، فرمودید که با تعطیلات 4 جولای، اگه تعطیلات 4 جولای شنبه فردا میشه، اگه میگن شنبه هفته دیگه، پس با تعطیلات 4 جولای اصلا مقارن نخواهد بود. اشتباه بنده، چهارشنبه نه، روز شنبه آینده خواهد بود، یعنی از تعطیلات هم برگشتن. بنابراین دیگه همه دوستان ما در مجلس خواهند بود. تعطیلات طولانی نه نکنن. ما آقای شجریان در برنامه امشب گروهی از دوستان ما که در کار موسیقی در زمینه‌های مختلف نام‌آور هستند حضور دارند، این مژده رو به بینندگان عزیز میدیم و از جمله دقایق دیگر شما با دو تن از اونها آشنا خواهید شد. اما پیش از اون، همچنان که گفتم، برخی از هنرمندان آمریکایی هم در روزهای اخیر
با مراجعات که ما بهشون کردیم به تلاش برخواستن تا توجه آمریکاییان دیگر رو برای کمک به زلزله زدگان ایران جلب کنند. برخی از هنرپیشگان سینما، هنرپیشگان قدیمی سینما به دعوت ما پاسخ مثبت دادن. من مطمئنم که ما فرصت بسیار کم داشتیم و اگر فرصت بیشتری می داشتیم حتما گروه بیشتری از اونها در این برنامه شرکت می کردن. اونچه که اکنون خواهید دید پیامی است از یک هنرپیشه بسیار بسیار قدیمی سینما که شاید خاطرات ایام کودکی رو در ذهن شما زنده کنه، آقای سیزار رومرو. خواهش میکنم به پیام آقای رومرو توجه کنید. I was deeply sorrowed by the news of this terrible earthquake in northwest Iran. The number of dead and wounded, the destruction of more than 300 cities is beyond imagination. I have great sympathy for the families of the deceased and all Iranians. And I know that this is a time for giving and helping all the people who have suffered so much from this terrible tragedy. آنجا که درد یار نباشد، دیار نیست. خواهش میکنم. سلطان آواز ایران، آقای ویگن اینجا تشریف دارن. از لحظات اول شروع تلتان ایشون اومده بودن و من میدیدم که اینجا نشستن. حتما برای شما دوستان پیام میدارن. بفرمایید آقای ویگن. عرض کنم که من شاهد تمام برنامه هستم. وقتی میشنوم که پولای کتاب ها جمع شده از 7000 دلار به بالا نیست، خیلی واقعا تأسف آوره. میخواستم از دوستان خواهش کنم که عزیزان من چرا نشستید؟ الان موقع نشستن نیست، تلفن بغل دستتونه، بردارین اون جوانمردی خاص ایرانی رو نشون بدید، نشون بدید به آمریکایی‌ها، به خصوص نشون بدید که ما در موقعی که به همدیگه احتیاج داریم چقدر دست همدیگه میگیریم. نشون بدید به همه تمام دنیا، نشون بدید به ایرانیایی که در ایران چشم راهن، چشم ما نگریز. من انقدر ناراحتم نمیتونم حرف بزنم. به هر حال چشم ما دارن. بذارید اونا بدونن که ما واقعا چقدر راجع به اونا فکر میکنیم، چقدر احساسات داریم. بعضی از دوستان ما میگن که آمریکایی‌ها احساسات ندارن. قبول میکنم، ولی شما میبینید که وقتی که یک زلزله اینجا اتفاق میفته چطور واسه هم دیگه از جا میپرن، میرن کمک میکنن به هم دیگه. بذارید اون احساساتی که ما خودمون فکر میکنیم که بهتر از هر کسی دیگری داریم، اون الان باید نشون بدیم. دست به جیب بکنیم. سیرلی هایرنا گیسنر هایر ور پارسکاستانم نابرر میشلاو نابرر میشت هارگلی نگر مگدسر انکوری پر هایستانم درگراشار جگا پارسکنر مزیشکان اکنان مزیشکان ساواتسین جزیز خانترو من ور چمراناک ایشلاو ور رکونه چه پارسکاستان یوان پایمان اکنک ایشکان ور کارای کنک می دولار کارای کنک می دولار کنک. And this is for my American friends. My dear friends, I have been living here in the United States for 20 years. I witnessed whenever there was a disaster anywhere around the world, this great nation stood up for help, showed their compassion. I'm asking you, regardless what's the relationship between two governments, this is a humanitarian situation. You have to get up and stand up, show again what this great nation can do. Thank you very much. For whom? Tell them for whom? For Iranians, for those little kids without parents, wandering around, all those wounded people, please. Victim of earthquake. Please, please help them. Help all these earthquake people. They're just waiting for you. Thank you very much. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای ویگن. ازتون تشکر میکنم. آقای پرویز کاردان اینجا تشریف دارن. شب شما بخیر آقای کاردان. شما بخیر. خسته نباشین تا این ساعت. من خودم میدونم که کار مشکلی است و من نمیدونم که واقعا چی بگم، ولی میخوام واقعا به تمام کسانی که الان پای این برنامه نشستن و دارن نگاه میکنن توصیه کنم و پیشنهاد کنم که یک کمی فکر کنن به شمال ایران، به اون شمال سرسبز ایران، به جاده حراز، به جاده چالوس، به اون راه هایی که در ایام تعطیل می رفتیم، به اون قهوه خانه ها، به رودبار،
به مردم صمیمی شمال، به اون بچه هایی که میوه های جنگلی رو می آمدن به ما عرضه می کردن، به اون کسانی که ماهی تازه به ما می دادن و تصور بکنن که الان با زلزله ای، با اون قدرتی که آمده و با آمدن بیش از 300 زلزله و اون ناحیه چه شده، واقعا اگر تصورشو بکنیم من فکر کنم که همه فکر میکنن که باید الان تلفن کنن و هر قدری که مقدورشون هست کمک کنن. به هر حال همه ما که اینجا جمع شدیم و از اون ساعتی که شما دارین زحمت میکشین و ما هم اونجا هستیم، علاوه بر تلفن هایی که اینجا میشه، من نمیدونم واقعا رقمی که اعلام شده رقم دقیق هست یا نه، ولی بسیاری تلفن الان من یکی از دوستانم الان مثل اینکه کسانی که در کار برنج هستن به هیجان آمدن. یکی از دوستان من آقای پاکروان الان تلفن کردن به در همین جا به من که شرکت ببخشید عوضی بگم کالتکس یا برنج آسان هستن، بیش از 5000 مثل اینکه پوند برنج فرستن به ایران و رسیده به ایران. خب خیلی خیلی خوبه دیگه، چشم همه به کسانی هست که در تجارت هستن، کسانی هستن که وضعشون خوبه. الان من نگاه کردم دیدم که بسیار از بچه‌ها 5 دلار 3 دلار و این خیلی عالیه واقعا. حالا من شاید رقم اون برنج درست اعلام نکردم برای قصد تبلیغ ندارم، ولی واقعا میخوام خواهش کنم از کسانی که الان در منزل هستن هر چقدر که میتونن کمک کنن. بسیاری از هموطنان ما شاید ارقام بالای صدها هزار نفر چشم امیدشون به همه دنیاست و بیشتر از همه چشم امیدشون به ما هاست. متشکرم دوستان. تمام این هنرمندان عزیزی که اومدن اینجا همه به خاطر این اومدن که همبستگیشون رو با این کار خیری که اینجا شروع کردیم نشون بدن. خواهش میکنم به حرفشون گوش بدین و تقاضایی که از شما دارن انجام بدین. امشب همه ما با هم دست به دست هم دادیم و میخواییم که یک کاری بکنیم که ارزنده باشه و یک کاری بکنیم که نشون بده ما ایرانیایی که خارج از کشور هستیم چقدر اون خاک رو دوست داریم، چقدر چشممون به اون خاکه و چقدر تمام قلبمون برای اونجا و تک تک افرادی که اونجا هستن میتپه. برای کسانی که احتمالاً ممکنه که شکی در دلشون باشه اعلام میکنم باز هم برای چندمین بار، دو نماینده از طرف صلیب سرخ بین‌المللی اینجا حضور دارند و هر چکی که گرفته میشه اینجا مستقیما دست اونها سپرده میشه و کسانی که خودشون فکر میکنن میتونن مستقیما به صلیب سرخ بین‌المللی این پول رو بدن، این کار رو بکنن. روی چکشون فقط خواهش میکنم بنویسن American Red Cross Iranian Relief، این رو حتما بنویسن برای اینکه صلیب سرخ بین‌المللی حساب‌های متعدد داره و اگه شما دلتون میخواد پولی که میدید برای ایران خرج بشه حتما در مموی چکتون در اون قسمتی که یادداشت داره بنویسید Iranian Relief. خیلی خوش اومدید اندی و کوروس. خیلی خوشحالم اینجا هستید. خواهش میکنم. شما چه پیغامی دارین برای دوستان ما؟ حالا ما امشب اومدیم اینجا چون تو این یه هفته گذشته متوجه شدیم که اغلب جوانای ما به خاطر اینکه خیلی مشغول درس و مشق بودن متوجه تلویزیون‌ها و رادیوها روزنامه‌ها نبودن. این چند وقت هم بهترین موقعیته که ما اینجا باشیم، من و کروز اینجا باشیم، به جوانامون بگیم بخوره بیشتر به طرف این مسئله کشته بشن و تا اونجایی که میتونن کمک کنن، بلکه بتونیم یک مقداری هم از طرف جوانا کمک کرده باشیم به زلزله زدگان. بله اینجا والا اونجور که ما داریم میبینیم یک گروه زیادی از جوان ها هستن که دارن کمک میکنن و اونجا با نیرو انرژی خودشون و ما میخوایم از جوان ها، حتی شاید یادشون نبوده، شاید کوچیک بودن اومدن اینجا و نمیدونن، ولی ما هممون واقعا وابسته به اون خاکیم و اگر هر کسی تو اونجا دردی براش پیش بیاد و مشکلی پیش بیاد فرقی نمیکنه، مثل اینکه بر ما پیش اومده. اینه که به هر حال از تمام جوونا و اونایی که واقعا دلشون جوونه، ما میخوایم که الان وقتشه واقعا دست بکنن توی جیبشون یا چکاشون در بیارن و تا اونجا که میتونن فرق نمیکنه چقدر کمک کنن، که من مطمئنم از یک دلارش تا 10000 دلارش توی ایران واقعا یه کار خیلی زیادی رو انجام میده. هنرمندا نمیخوان به اتفاق یک کنسرتی را بندازن به نفع زلزله زده ها؟ چرا، ما اتفاقا همین سه‌شنبه شب یک کنسرتی داریم و تمام درآمد خود من و کروس مستقیما از طرف صلیب سرخ برای زلزله زدگان فرستاده میشه. آفرین بر شما. خیلی متشکرم. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی متشکرم. این طرف من آقای ممشیر سخایی، هنرمند بسیار گرامی، خواننده عزیز و با سابقه هستند و لطف کردن تشریف آوردن. آقای سخایی شما برای دوستان ما چی دارین بگین؟ والا من در درجه اول میخوام این حرکت شما رو بهتون تبریک بگم.
و شما یک با این اقدامی که دارید میکنید در حقیقت یک چهره دوست داشتنی تر از این شهری که ما درش زندگی میکنیم به مردم ارائه میدید و من مطمئنم که این بازتابش در ایران خیلی مهم هست و خیلی اثرگذار هست این حرکت شما. اونجا مردم من فکر میکنم که اینطور بی تفاوت نیستن، تمام این حرکات ما رو لحظه به لحظهش رو من فکر میکنم همونطور که اخبار منفی از اینجا به اونجا میرسه همونطور اخبار مثبت هم فکر میکنم در اونجا اشاعه پیدا میکنه و ما هر کدوممون دیر یا زود به اون کشور بر میگردیم و باید به اون مردم جوابگو باشیم. این هست که تصور من اینه که این یک آزمایش بزرگیست برای ما که پیش اومده. این اتفاقا کمتر ممکنه پیش بیاد در طول زندگی کسی که شاهد و ناظر یک همچین پیش آمدی باشه دردناک و در اونجا از خودش عکس العملی احیانا نشون نده و بعد خودش رو سرزنش بکنه در آینده که چطور من این فرصت رو از دست دادم. من فکر میکنم ممکنه یه عده زیادی از تماشاگران و بینندگان عزیزی که الان برنامه رو تماشا میکنن ممکنه این تصور رو داشته باشن که خب شاید این کمک ها میرسه نمیرسه، ولی اعتقاد شخصی من، هموطنهای من با من آشنایی دارن و میدونن که خب من کمتر ممکنه که حرفی رو نسنجیده بزنم. اعتقاد شخصی من این هست که کسانی که این برنامه رو اداره میکنن و این کمک ها رو میگیرن همه کسانی هستن که چهره های شناخته شده و مورد اعتماد جامعه ایرانی هستند. خود شما و همینطور آقای ایرج گرگین که سالهای سال با مردم کار کردند و مردم ایشون رو میشناسند، ایشون هم مسلماً کسی نیستند که در یک برنامه شرکت بکنند و قدم پیش بگذارند که احیاناً به شخصیت و گذشته و پر افتخار ایشون لطمه بزنه. بنابراین هیچ بهانه‌ای اینجا نمیشه آورد که چطور میشه و چطور نمیشه. مسلماً این کسانی که این برنامه رو برگزار کردن قدم به قدم این کار رو پیگیری خواهند کرد. تحت نظارت صلیب سرخ بنوره. بله، من فکر میکنم خود این آقایون از صلیب سرخ هم ارزششون بیشتره و هیچ دلیل نداره که ما حتما یه اسم خارجی بیاریم تا اطمینان پیدا بکنیم. نه، برای اسم خارجی شیطان آقایون شد، برای اینی که یه مؤسسه امداد و کمک رسانیه. نه البته من نمیخوام اون رو نفیش بکنم. اما میخوام بگم که ما در بین خودمون افراد مورد اعتماد داریم قطعاً. که بیشتر از صلیب سرخ حتی با اونها آشنایی داریم و سالهای سال با اونها پا به پا زندگی کردیم و میدونیم که اینها کاره که به اعتبار خودشون لطمه بزنه قدم پیش نمیگذارن و اعتقاد من اینست که الان موقع حرکت و موقع کمکه. حتی اونهایی هم که فکر میکنن که ممکنه دیگه به ایران برنگردن اینو بدونن اینجا مخصوصا در آمریکا تمام آمریکایی‌ها اصلشون مربوط به یک کشور دیگه است، برعکس کشورهای اروپایی که وقتی انگلیسی انگلیسیه، یعنی از هزار سال پیش تا حالا انگلیسی بوده، ولی آمریکایی وقتی که صحبت میشه باید معلوم شه که این اولش کجایی بوده. یعنی 200 سال دیگه هم که باشه بچه‌های همین ایرانیا، بچه‌های ماها 200 سال دیگه هم ازشون میپرسن خب شما اصلت مال کجاست. درسته. بنابراین اون کشور باید باقی بمونه و اون کشور باید معتبر باشه و مردمش عرض کنم که از رفاه برخوردار باشن و بتونن که زندگی کنن و اسم کشور رو پایدار نگه بدارن که فرزندان ما حتی در 200 سال دیگه اگه خواست رئیس جمهور آمریکا هم بشه باز میگن که این از اصلیتش از ایرانه، ایرانی الاصل. کما اینکه الان فرماندار کالیفرنیا رو همین میگن با اینکه شاید 50 ساله که 100 ساله که بله، یا آقای کیسینجر هم که وزیر امور خارجه آمریکا بود و این شخصیت بزرگ، باز میگن این اصلش آلمانیه و این بچهای ما هم 200 سال دیگه خواهند گفت که این اصلش ایرانیه. بنابراین باید همیشه حتی اونایی که میخوان برنگردن باید به ایران فکر بکنن. خیلی متشکرم از لطفتون. تشکر. آقای حسین کلانی اینجا هستند، فوتبالیست معروف و یکی از ورزشکاران با سابقه ایران. خواهش میکنم که با بینندگان ما صحبت بکنید. سلام عرض میکنم. توقعی که من دارم از هموطنان عزیزی که در اینجا هستند با توجه به اینکه بیش از 800 هزار نفر
در ایران در این ایالت ساکن هستند، اگر هر خانواده‌ای به تعداد نفراتش یک دلار بده، من فکر میکنم یک رقم قابل توجهی جمع میشه. با توجه به این که ما هر چی داریم همشو از اون مملکت داریم، اگر اسم داریم، ثروت داریم، این راحتی رو الان در اینجا داریم، از اونجا داریم، و نهایتاً مردمی که الان این فاجعه براشون به وجود اومده از ما توقع دارن که حداقل کمکی که میتونیم بکنیم این حداقل رو بکنیم. من خواهشم، استدعام از تمام کسانی که به هر حال به من محبت دارن، به ایران عزیز خودشون علاقه دارن، به هموطنهای عزیز خودشون علاقه دارن، چشم اونها الان دنبال این هستش که بهشون به یک شکلی کمکی برسه. این استدعای من هستش از هموطنهای عزیز. ورزشکاران عزیز، امیدوارم که صحبت پیشکسوت خود